السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تماشابینان عزیز و گرامی ان شاء الله که امروز به یاری پروردگار میخواهم برای شما بینندگان پرینیک آماده بسازم شما بیننده برنامه ما باشید نوارهای ما را به یاران و دوستان روان کنین حال ما ان شاء الله که شروع میکنیم ما دو تا ظرف گرفتیم یکیش به خاطر آرد اله کردن است یکیش برای دیگر محصولات ها حالا چیکار میکنیم؟ اول ما یک کیلو آرد داریم یک کیلو آرد میگیریم این را الگ میکنیم اول این ترتیب قطعی الگ میکنیم یک کیلو را همشه این را ببینیم که ما الگ کردیم یک کم ترش مونده است ما در اینجا یک قاشق چای خورد سوده داریم تخمینا 10 گرم سوده است ایرم همراه میکنیم با ارد باز یک پچکه رزدخلیتل داریم این 15 گرم میشود رزدخلیمو دو قاشق چای اگر میگرفتین نه یک پچکه رزدخلیتل ایرم همراه کردیم اول باز الگ میکنیم ایرم اول خلاص که شد باز با یک قاشق کلانتر یک کمتر میکوبیم که همش آمیخته شود باز وسط چه میخیل میگذاریم انرکی ایره یک طرف موندیم ایره یک طرف که موندیم حال قسمتی دوم شروع میکنیم یک ظرف جداگانه میگیریم نیم لیتر شیر داریم 500 میلیتر شیر است اینا بسم الله ایره هم میریزیم بعد از شیر را که در ظرف گرفتیم 450 گرم شکر داریم ایرم همراه میکنیم خوب شکر را که همراه کردیم باز چیکار میکنیم شکر ما آمیخته میکنیم که خوب شکر من آب شود مثلا از کلوله شکر نماند حالا بینندگان گرامی شکرش آب شده است 70 میلی لیتر روغن داریم روغن های سمچکه هم باشه روغن همی عادی میشه روغن که ببو 70 میلیلیتر روغن است بعد از روغن هم روح کردن یک کمتر نمک داریم کمتر نمک است تخمینا 1 گرم نمک باز هم روح میکنیم بینندگان گرامی ما دو دانه تخم داریم تخم زردیش استفاده میکنیم سفیدیش یک جو میگذاریم که سفیدش لازم میشود این دو دانه زردی را همراه میکنیم باز خوب آمیخته میکنیم این را این را بینندگان گرامی خلاص آمیخته شد همش حالا چیکار میکنیم این ظرفی که تخم آمیخته کرده بودیم در ظرف آرد گرفتگیمون اینا میخیل میریزیم اینا به همین ترتیب قطی حال خمیر مونه آهسته آهسته میخیل کفته خمیر میکنیم کسانی که با دست هم بکنین هم میشود با دست هم خمیر هم کرده هم میشود آمیخته کرده میشود خمیری رایانی اوقدر سخت نمی باشه میتونه که همراه این قشقان بکوبینش اینا بینندگان گرامی خمیر پرینی که ما رو ببینیم اوقدر سخت نیست با من خاطر من گفتم که با قشقان میتونه شما خمیر رو آمیخته کرده این حال میگذاریم این تمام آماده شده است میگذاریم 15 دقیقه این دم میخورد باز یکم تر قفصتر میشود تا دم خوردن ایره ما لیسمون آماده میکنیم تا که خمیره تنو کنیم بینندگان گرامی بعد از 15 دقیقه که خمیر ما دم خورده است ولی میگیریم در زیر 150 گرم آرد گرفتیم میبینیم که چقدر آرد میره باز برای شما انشاءالله که گپ میزنیم کمتر آرد در زیرش میپوشیم به خاطر که خمیرمونه یک دو دفعه
Bu arada hani oradaki çıkarayım, sumkunayım. خمیره میگیریم این همین همون خمیره چون که دم که خورده است کمکک غلص میشود این ها بینندگان گرامی خمیرمونه به همین ترتیب قطعی میگردونیم خلاص از یک برگه آر در زیرش میپوشیم بعد خمیرمونا تنگ میکنیم اینا به همین ترتیب قطعی خمیرمونا تنگی کردیم برای بریدن پرینیک آمادش میکنیم خمیر ما 55 دانه پرینیک میشهد از 50 تا 55 دانه را پرینیک میشه چون که 1 کیلو ارد است از 150 گرم ارد گرفته بودیم 50 گرمش مونده است بینندگان گرامی او قدر تونی که بد نکنید خمیره همچنین که میدکتون را بگیرین بگیم که برابر همین از این کم اکک پستر قدر زیاد غفصی بد نماشد این اول شروع میکنیم به بریدنش این حال از این استکان رو میگیریم چون که من قالبی مخصوص چند ندارم با استکان این اول در آرد تر کردیم بگیم در آرد گرفتیم ولی بسم الله خمیرمونا شروع میکنیم بریدنش این ها ببینیم غفصیشه به همین اندازه باشه بینندگان گرامی ببینید که من طرز بریده کردن رینیک نشان داده بودم ولی من در اینجا 3 تا لیست پر کردم اینا 42 دانه شده است اینا کمی خمیرگه اضافه موندگی است بخاطر که ما وقتی که میبریم کم کمش میمونه ایره هم چیکار میکنیم مثل همون خمیر قبلی باره اینا من خیلی تنک میکنیم 50-55 دانه باید خمیر ما شود تا حالی 42 دانه شده است اینا به همین ترتیب قطعی اینا را پخته میکنیم باز برمیگردیم بینندگان گرامی این رواز من میبرم در دخوفکم میگذارم حرارت 250 درجه باز در چند دقیقه که پخته شد برای شما گل میزنم بینندگان گرامی وقتی دیدین که پرینیکاتون پدیام داده است بگیرین یک خوات در بلوکرش مونه که به خاطر زیر اینها تسته سرخ می شود اینا در بالا موندیم حال منتظر میشیم که بالاش سرخ شود بینندگان گرامی پرینیکای ما آماده شده است 15 دقیقه در پخته شد شاید که دخوفکای با بعضی از شما تسته رو سرخ کنه و شاید که دیرتر از ما در 15 دقیقه سرخ شده است نه ببینین زیرهایشان هم نسوخته است باقی مانده خمیر هم با همین ترتیب پخته میکنیم پرینیک ما پخته شده است با همین ترتیب قطعی میپزیم اگر شما از این قوغزا نداشتین در زیر لیست بگذارین همون زیرش آرد مونین میشود ببینین آرد داره چون که ما در قوات وقتی که تونه کردیم آرد بدک همین همون آرد است نمیچه سپرینیک های شما
هم تحقیقاتی میپذیم کلشه باز میبینیم بینندگان گرامی نبو بینیم که پلینیکوی ما همش پخته شده است حال چکار میکنیم دو دانه تخمی که در داخل خمیری پلینیکی دخته بودیم این حالی سفیدیش است گفته بودیم که سفیدیش یک جا بگذاریم که لازم میشود حالی سفیدی ای را در یک ظرف جداگانه میگیریم بعدا 200 گرم پودری شکر داریم سخر نی پودره شکری میده کرده اگه 200 گرم از این داریم ایرم اضافه میکنیم ایرم اضافه کردیم حال دو قاشق غذاخوری آبی لیمون داریم یعنی 12 گرم آبی لیمون 12 گرم آبی لیمون اضافه کردیم حال یک قاشق چای خورد ونیلین داریم که 2 گرم میشود یعنی ونیلین هم اضافه کردیم اگر شما در خانه میکسر داشتین با میکسر باز خوبتر و راحتتر است چون که بعضی کسا شاید نداشته باشن به اون خاطر من با دست کوشش میکنم که نشان دهم میره شما بیننده باشین به خاطر سفید کردن رنیک است کوشش کنید که با دست تیز تیز میره بزنین تست از اومیخته کردن یک کمتر پدیان میتید بعد اموده میشود با میکسر که باشد تست در کار آسان میکنه این ها بینندگان گرامی ببینه که هم ایده غفظ شده سمین سفیدی تخم که دارد و هم خاطر کمتر پدیان میتید این قدر بس است حال چکار میکنیم؟ پرینیکمون رو سفید میکنیم نبینندگان گرامی یک ظرف جداگانه گرفتیم ولی از پرینیکمون چند دونه بگم اینجا میگیریم تا که نورا چیو کنیم سفید کنیم این از این تخمی که داشتیم این همه خیلی خلاص حال بسیار بخیره سفید میکنیم از بولا پایان ببینین کم باشد باز پرتیم کم تریگه این ها بینندگان گرامی این از ما خلاص شد این به همین ترتیب پتی سفید کردیم حالا این را میگیریم در یکان چیز دیمستش میشه که در بولیم کلیونکه هم بریزینشم در یکان کلیونکه های دیگر یا که در یکان بولای سیتکه بگیرنش که تا که یخ کنه همی خنک شو و شخ شو همی کریمی که اومده کردیم با در بولیم باز دوباره به همین ترتیب پتی باز شروع میکنیم باز یک قاشق هم از این میریزیم باز میکابیم بینندگان گرامی نگفته نماند پرینیکاتون شما بگذارین در یکان جا تقریبا 35-40 دقیقه تا که همین سفیدیه که در بالای شکیده بودیم خشک شوند بینندگان گرامی ببینید که پرینیکای ما آماده شده است حاضر یک شبارش ما نشان میدهم داخلش این نرم است ببینید قدر ملایم است این داخلش این همین اماده کنین انشاءالله که خوشتان میاد نمارهای ما را به یار و دوستاتان روان کنین پر پسید سر فراموش نکنین این هم سفیده که بود کمتر اضافه کرده است اگر شما 2 کیلو آرده که بگیرین این خوب میرسونه این را میشه که داخل دین اگمونین خراب نمیشه و برای یکان وقتی گتون الله یار و مددگاری همه ما و شما باشد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته